خب امروز بیایم با هم دیگه یه آی واچو که برای اپل هست و سری هفتش هم هست، گفتم این کار رو واسه تون بکنم و باکسش رو باسم. حالتی من قبلا باز کردم اینو یه بار دیگه، حالا بستم، گفتم با هم دیگه اینو باز کنیم و فیلمش هم بگیرم. این همونجور که میبینین 45 میلیمتر سری هفته و از همونجور که میدونید دو تا مدل داره، یه دونه سلولاره یه دونه هم غیر سلولاره، که فرقش اینه که شما اونه که سلولاره مثل همین میتونین با زدن سیم کارت مثل یه تلفن ازش استفاده کنین، ولی اون حالت معمولی باید حتما آیفون بهش باشه. حالا یه خوره راجبونم توضیح میدم. من کلن همه چیم اپلیه، ولی کلا خیلی دوست ندارم اپل. آی واچ هم جزو چیزایی که میگم واقعا پول بی خوده. این البته کادوی تولد گرفتم، وگرنه هیچ وقت خودم نمیخریدم. 500-600 دلار حالا نمیدونم بوده، مدلاش فرق میکنه، پول بدین که یه همچین ساعتی بگیرین که واقعا کارهای خاصی نداره. حالا با هم دیگه نگاه میکنیم، این هم که بینید خیلی راحت باز میشه، ولی اتفاقی که افتاده قبلا همین رو باز میکردن، حالا یه باکس میشه گفت قابل قبول خوشگلی هم داره، قبلا همگی دسترسی داشتن که توش همونجور که میدونیم دوتا چیزه، یه دونه ساعته یه دونه هم بندشه. ولی کاری که کرده الان اپل اینجا دوتا تگ داره که شما باید حتما بازش کنین، وقتی بازش میکنین میتونین باکس در بیارین، مثل که قبلا اینو نداشته. حالا من که نداشتم اولی اپل باچه، ولی کلا تو باکسش یه دونه بند اوریجینالشه، یه دونه هم خود ساعته و این هم جعبشه، که جعبش نظرم جالبه، بسته بندشون خوشگله، ساعت ها و رنگ ها و چیزهای مختلفی توش داره. خب اول خود ساعت رو باز کنیم، اینو میذاریم کنار، این هم میذاریم فعلا یه طرف. ساعت که همینجا گفتم این دوتا تگ رو شاید باز کنین، وقتی اینا رو باز کنین میشه راحت درش ورد، درش بیاریم تمیز که خیلی راحت هم نیست. خب چیز خاصی نداره توش، یه سری کاغذاییه که واقعا یه چیز به نظرم بی خوده، چیز خاصی توش نیست. این البته همون تگاهی که بهتون گفتم این رو قبلا کندم گذاشتم اینجا، یه سری کاغذاشه که توش هست، بکنیمش تو، نمیخوام اینجا شلوغ بشه، میذاریم اینجا. شارژرشی که کاری که کرده شارژرش رو دوباره آیفون عوض کرده، USB-C کرده، سرعتش بیشتره میدونیم، ولی بازم از همون کاره عجیب غریب آیفونه که بتونه اکسسوری جدید بفروشه. و میدونی که درآمد آیفون بیشتر از این که اپل، یعنی بیشتر از این که رو خود محصولاتش باشه، رو تعمیرات و لوازم جانبیه. به نظر من شما یه اپل و یه آیفون رو میخرین نمیدونم 1000 دلار، ولی حداقل دو سه بار میشکنین، یه سود 2000 دلار رو هزینه تعمیرات بدین. این یه نوع دزدیه که اینا دارن، ولی به هر حال این شارژرشه که USB-C است و بعد یه سری ادپتورهای خاص بخرین که به USB-C بخوره و به برق بزنین. این هم که آلومینیومیه و مگنتی میچسبه به ساعت. این هم که خود ساعت توی کاور خیلی چیپ در واقع قرار گرفته، که اصلا والا میگه واسه بسته‌بندی چیز خاصی نیست، ساعت رو توش در میارین. اون که گفتم من قبلا ستاپش هم کردم و این رو هم بذاریم کنار. این ساعتیه که همونجور که گفتم 45 میلیمتره، مثل که 41 میلیمتر هم داره. این 45 میلیمتر رو یه خورده خصوصیتی که بهتری داره، البته میگم اولین اپل آی واچ همه، خصوصیتش نده که مثل که از نظر محافظت جلوی
آب این شرایط بهتری داره. حالا بریم بندش هم باز کنیم. بندی که تو خودش داره یه چیز خیلی معمولیه که مثلا بگم این ساعت رنگ‌های مختلف داره، ولی نظر من اینه که آدم مثلا مشکیشو بگیره بتونه بندش عوض کنه، چون مثلا من خودم قرمزش خیلی دوست دارم، ولی خب قرمزش اگه بگیرین بعدا میدونین یه خورده سخته مچ کردنش با چیزای دیگه. ولی خب این الان بند اوریجینالشه. البته چیزی که جالبه حداقل فکر اینجا رو کردن سه تا چیز داره، سه تا سایز داره، البته دو تا سایز در واقع، این که خب قسمت بس برای گیرشه، این دو تا هم سایز مختلف و سه دسته مختلف. مثلا من خودم بعد این بزرگتره رو ببندم، مچم بزرگتره، ولی اونه که مچ کوچیکتری دارن میتونن اینو ببندن و حالا بستگی داره، راحت تره دیگه. برحال کاری هم که هست این ور که میدین گودی داره باید به داخل باشه و به سمت پایین اینو میکنین، اینجا خیلی راحت میره تو، این ور هم همینطور خیلی راحت اینو میکنین تو. بعد کاری که میکنین لباس ها بدم بالا، اینو میذارین اینجا، اینو برمیگردونین اینجا، بند اندازه که میخواین رو میکنین تو، بعد از این ور اینو میفرستینش تو. این میشه اپل اوریدامون آی واچ. حالا من کاری که میتونم واسه تون بکنم اینجا تون نشون بدم، این بندی که دیدین یه بارم بازش کنم، اینجا دوتا حالت باتنی داره که میشه کلیک کرد، از این ور درش رو برد، این بند از اینجا در میریم، این هم همینطور اینجا فشار میده و اینجا در میریم. حالا چیزی که من دارم بهتون گفتم، میشه بندای مختلفی گرفت و من الان میتونم اینو بهتون نشون بدم. این بندی البته مال ساعت قبلیه که بهش میخوره، مثلا حالا چون من خودم قرمز دوست دارم، البته خیلی هم قرمز نیست، قرمز نارنجیه، اینو میتونیم بزنیم حالا امتحان کنیم با این چجوری میشه. اینم اینجوری میکنیم تو، از پایینم اینو میکنیم، این یه خورده کوچیکه ولی بهش میخوره، این خیلی زشتش نمیکنه. اینو ببندیمش از این ور، اون جایی که میخواین تنظیم میکنین، اینم میذاریم حالا حدودا بازش کنم، یه مقدار چیزایی که توش هستم نشونتون بدم. این مثلا خب میتونید اینا رو به صورت آیکونی باشه یا به صورت لیست هم میتونید بکنین، حالا اونش خیلی مهم نیست. چیزایی که خوبی که داره همون چی گفتم، اول از همه از پایین بیایم، البته اینجوری نیست، اینجا شما خب من به وای فای بسته، این سیم کارتیه یعنی سلولاره، ولی من هنوز سیم کارت نخریدم، فکر کنم نخرم، چون واقعا بعد مخصوصا تو آمریکا حدود ماهی 10 تا 15 دلار پولشو بدین و فقط موقعی به درد میخوره که ساعتو به تنهایی دارین، موبایل کنارتون نیست، که معمولا من صحبتم اینه که مگه میشه آدم موبایلش 10 متریش نباشه هیچ وقت؟ خیلی کم پیش میاد، همیشه آدم موبایلش هست. در نتیجه ساعت وقتی پر کنین با موبایلتون هیچ وقت نیاز ندارین سلولار جدا داشته باشین، مگه که مثلا آدم یه جاهایی میره تلفن اجازه نداره ببره یا نمیتونه ببره، اون وقت اگر سیم کارت داشته باشه به درد میخوره. و اینجا کاری که داشتم میکردم بهتونشون میدادم که یکی از خوبیش اینه که اولا میتونین پیج کنین موبایلتون رو، خیلی موقع تو خونه این یادتون میرسه موبایلتون کجاست، از این راحت میتونین موبایلتون رو پیدا کنین و خیلی از کارا رو از رو خود موبایلتون انجام بدین. کاری که من میکنم مثلا من تلویزیونمونو با اپل تیوی با همین ساعتم هم میتونم خیلی راحت
باش کار کنم، نیاز ندارم مثلا ریموت داشته باشم یا تلفن دستم باشه، خیلی راحت با ساعت کار میکنم. بعد یه اتفاقی دیگه هم که افتاده، چون من با کشورهای مختلف معمولا جلسه دارم، ساعت های کشورهای مختلف رو میتونم اینجا سیت کنم، همیشه داشته باشم، مثل ساعت های مثل نمیدونم رولکس و اینه که هست. خوبیش اینه که میتونین در واقع بکگراندتون رو همیشه عوض کنین، شارژتون رو میگه و حالا تو اپلیکیشن ها یکی از چیزایی که هست جی پی اس دارین، همیشه میتونین با ساعتتون در واقع خیلی راحت مسیر رو چک کنین، بدین که به موبایلتون دسترسی داشته باشین. و همون فایند فرندز عکساتون هست دیگه، نمیخوام وارد دیتیل بشم. خب خیلی خوبیایی داره، خیلی هم بدیایی داره که حالا بستگی به سیستم خودتون داره که چجوری از این استفاده کنین. ولی اونایی که معمولا کارهای فیتنس انجام میدن و ورزش میکنن، یه خورده این بیشتر به کارشون میاد، چون اکسیژن بدن رو میگیره، مقدار انرژی که مصرف میکنین رو میگیره، شاید یه خورده براشون کارش بیشتر باشه. مرسی. And that's it. Bye.